قطعا حتما. بیشتر با شما بنده آشنا هیدری بشم. هستم. بله هیدری هستم و مثل اکثر دوستان در کانادا پروفیشنال انجینیر هستم و در زمینه تقریبا همین سول استراکچر اینتراکشن تز دکترام بود و بعد در ادامه دوره پست دکترا من دوره توی دانشگاه وسترن اونتاریو این کارا رو ادامه دادم و یه جیو استراکچرال نانیر آنالیسیس پروگرام روش کار میکردیم اون موقع که بتونیم این بحث های این شکلی رو ببینیم. و علاقه خودم شخصا یک ترکیبی از استراکچر سازه و زلزله هست که حالا توی زمینه های مختلف میتونه کاربرد داشته باشه. این بحثی هم که امروز میخوایم بکنیم راجع به همین هست، یعنی اثر اینا روی طراحی سازه، طراحی ساختمان، طراحی پل، فونداسیون و سازه این شکلی. در حال حاضر توی شرکتی که خودم چند سال پیش تأسیس کردم به صورت فول تایم کار میکنم، همزمان توی دانشگاه وسترن که در خدمت های امیر حسین خان بودیم این درس میدادم و میدم و تو فنشا کالج هم توی لندن چیز هستش به صورت پارت تایم مجدد در رشته بیم یه سری درس هایی رو قول معروف میدادم از سال 2018. و همطوری که گفتم این موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم چیزی هست که فیلد آف ریسرچ و فیلد آف اینترست من هست به قول معروف، موضوعی که بسیار بهش علاقه دارم شخصا و امیدوارم که حالا بتونم یه بخشی از اون شمه از این استراکچر اینتراکشن سول استراکچر اینتراکشن رو حالا ارائه بدم در حد توان و معلومات خودم و خوشحال میشم که بعد از این حالا جلسه هم بتونیم یه بحثی داشته باشیم زمینه هایی که احیانا دوستان فکر میکنن میشه اینا رو بهبود بخشید، ایمپروومنت داشته باشه، اون زمینه هم میتونیم صحبت بکنیم. یه توضیح به قول معروف بیش از حد مختصری بود و حالا یه خوردم طولانی شد، ولی در خدمتتون هستم هر وقت که شما به قول معروف چراغ سبز به من نشون بدید من سعی میکنم که اینو شروع بکنم. بله بفهمید، خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. خیلی هم عالی، اجازه بدید من اینو شیر بکنم. فکر میکنم الان شما میتونید چیز رو بله ببینید. میبینیم، بله میبینیم. آره همونطوری که میبینید، من اجازه بدید یه نفر دیگه هم اد کردیم جلسه. Soil Structure Interaction for Building Design. یه خورده شاید موضوع به قول معروف اسم این گمراه کننده باشه، چون این توی زمینه های مختلف این اثر اندرکنش ساز و خاک، سازه و خاک یا خاک و سازه میتونه مهم باشه. چیزایی که امروز ما میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم شامل این آیتما هست، این بخشا هست. یه مقدمه کوتاهی خواهیم داشت راجع به این بحث استراکچر سول استراکچر اینتراکشن یا SSI، روش های آنالیز، روش هایی که باهاش آنالیز انجام میشه و به صورت خاص مثلا روی شمع ها میتونیم اینو ببینیم، مثلا روی lateral loaded پایل ها که زمین تخصصی خودم هست، یه جیو استراکچر آنالیسیس پروگرام و اهمیت وجودی همچین برنامه هایی رو من میخوام بهش یه گریزی بزنم. بحث اندرکنش ساز و خاک یک ترکیبی از جیوتکنیک و استراکچر هست که حالا تو این وسط میتونه نالینیریتی یا به قول معروف خطی یا غیر خطی بودن روش های تحلیل هم وارد بشه و نهایتا یه کانکلوژن یا نتیجه گیری از بحث ما خواهیم داشت و در این حال همراه خواهد بود با یه سری کوئسشن هایی که حالا احیانا مطرح است. بحث پاسخ سازه به زمین لرزه یا زلزله همراه هست با این بحث
اینتراکشن یا اندرکنش سه تا المان. یکیش سازه هست که معمولا مهندسین سازه، خب ما به این میپردازیم که بیم سازه رو مجزا به صورت مجزا در نظر میگیریم. بحث فونداسیون هست که شما چه نوع فونداسیونی استفاده میکنید برای سازه. میتونست فونداسیون هم طوری که میدونید سطحی باشه، مثل پایل، مثل اسپرد فوتینگ یا استریت فوتینگ. بحث مد فاوندیشن میتونیم داشته باشیم، بحث حالت اون وال استراکچر و مد فاوندیشن میتونه داشته باشه. یه اسم خاصی هم تو فارسی داره من یادم نمیاد، ولی در حال حاضر یه عامل سومی که این وسط مطرح هست این هست که خاکی که این فضای فونداسیون رو اعادی کرده، و حالا احیانا اگر که ما یه بیسمنتی داشته باشیم این فضای اطراف دیوارا رو احاطه کرده، خاکی که اون زیر هست و اطراف فونداسیون هست این به چه ترتیبی هست. نوع خاک خیلی مهم هست اینجا، خصوصا تو بحثای SSI یا اندرکنش‌های خاک و سازه. انواع اقسام خاک میتونن پاسخهای مختلفی رو برای فونداسیون و سازه ما به همراه داشته باشن. یه چیزی اینجا میبینید، یه ترمی هست به نام Free Field Ground Motion. توی Free Field Ground Motion به این ترتیب هست که زمانی که زلزله پخش میشه با این امواج زلزله توی خاک، ما یک بحثی داریم به نام Free Field، یعنی اون خاک به تنهایی چجوری به قول معروف ارتعاش میکنه. ما به این میگیم Free Field. و بعد وقتی که شما میایید این رو اپلای میکنید به سازه، اون میشه اون چیزی که حالا بحث پاسخ سازه است. پس زمانی که ما سازه رو از این معادله میاریم بیرون، به این میگیم فری فیلد موشن یا فری فیلد گراوند موشن. یک سری نرم افزارهایی هستن که خب اینها رو ما باهاش فری فیلد موشن رو میتونیم در بیاریم و بعداً میتونیم توی یک سری از روش‌های تحلیلی اینا رو وارد بکنیم یا اعمال بکنیم به سازه که بتونیم رفتار واقعی سازه رو ببینیم. تفاوت این هم این اثر هم به این ترتیب است که شما یک پاسخی دارید که واقعی هست، یعنی زمانی که این فری فیلد موشن رو شما وارد میکنید به سازه، با زمانی که شما میایید پای ساختمون رو یا پای سازه ها رو چیکار میکنیم، ریجید در نظر میگیریم، که همونطوری که میدونیم این common practice است. یعنی تو اکثر پروژه ها ما میایم پای ساختمان ها رو به قول معروف ریجید در نظر میگیریم. انواع اقسام کد ها و پروویژن ها موجود است. همونطوری که میبینید یه لیستی از این پروویژن ها یا کد ها اینجا هستش. فیما یکی از مشهورترین ها هست همونطوری که میدونید، و حالا یه سری ریپورت های هست. این بحث مثلا پوش اوور انالیسیس توی فیما به صورت خیلی خاص اومده پوشش داده شده و خیلی اینجا مثلا تو ساختمانای بنایی یا برای رتروفیت و اینا میتونیم از این مثلا بحث فیما استفاده بکنیم. ESC هستش، همونطوری که میبینید کدای مختلف هست، و همونطوری که تو اینجا میبینید این به یک صورت خاصی اینا یه جمع‌بندی شده، یه شکل خاصی بهش دادن، ولی معمولا همونطوری که این پایین میبینید seldom considered in engineering practice، یعنی معمولا استفاده نمیشه خیلی از مواقع بنا به دلایلی. خب یکی از دلایل مهمش هم بحث اقتصاد پروژه است، و یکی هم همونطوری که اینجا میبینید lag، اون گپی که بین state of knowledge هست و state of practice، یعنی اون چیزی که ما میدونیم اون چیزی که داریم پیاده میکنیم، که به صورت خاص در مورد SSI یا اندرکنش خاک و سازه خیلی درست است این بحث، این گپه. یه دو تا اتفاق باعث این میشه. یکی چلنج هایی هست که ما توی درک این مسئله داریم و اعمال این SSI پرینسیپال ها داریم، اون مفاهیم اندرکنش داریم، و یکی هم بحث سافتویر یا اون نرم افزاری هست. یعنی ما حتی اگه درکی کاملی هم از این مسئله داشته باشیم، اون ابزارهایی که در اختیار ما هست برای اینکه اینا رو بیایم پیاده بکنیم خیلی ابزارهای محدودی هست، و حالا من بهش میپردازم که چرا اینا محدود هست و به چه ترتیب اینا محدود هست.
بحث understanding یا درک این اندرکنش یا مفاهیم اندرکنش، همونطوری که میبینید یه میسکانسپشن یا به قول معروف درک نادرستی وجود داره از SSI، اونم اینه که این فقط روی ساختمونهای بلند یا مثلا فلکسیبل یا لانگر پریود به قول معروف بیلدینگ ها، ساختمونهایی که دور تناوب طولانی دارن اهمیت داره، ولی نشون داده شده توی زلزله‌های مختلف که این روی سازه‌های دیگه هم مثل شورت پریود بیلدینگ ها یا مثلا استیف بیلدینگ ها، اسکوات بیلدینگ ها میتونه اثر داشته باشه. بعضی موقع این سول استراکچر اینتراکشن رو ما به صورت پی بی دی هم میبینیم یه بعضی از این کدا، پرفورمنس بیس دیزاین، که میایم تقریبا بسیاری از این فاکتورها رو مثل داکتالیتی یا نان لینیرتی مثلا ساختمون رو هم توش لحاظ میکنیم. به صورت خاص توی طراحی پولا ما اینو استفاده میکنیم، این اپروچ پرفورمنس بیس دیزاین، و حالا من بهش یه خورده یه گروزایی هم میذارم، ولی بحث پرفورمنس بیس دیزاین خیلی آمیخته هست با این بحث اندرکنش ساز و خاک. یه فاکتوری که میتونه برای به صورت خیلی کلی یه مبنایی باشه برای اینکه ما بتونیم آیا باید این SSI رو در نظر بگیریم یا نه، این ضریب یا نسبت سختی سازه به خاک هست، که مثلا به این ترتیب میتونیم اینو ببینیم، اش به روی VS که حالا shear wave velocity هست، به روی T پریود ساختمان، و این اگر که مثلا بزرگتر از 1/10 باشه این میتونه دمپینگ یا میرایی سیستم رو تغییر بده و میتونه اون پریود ساختمان رو تغییر بده، و اونجا هستش که مثلا این به صورت خیلی اساسی ممکنه بتونه این بیس شیر رو عوض بکنه، یعنی اون برش پایه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. توی این موارد ما میتونیم در نظر بگیریم که این SSI باید لحاظ بشه. در غیر این صورت شما میتونید همون فیکس بیس انالیسیس رو بریم جلو. بحث current state of practice هست، همونطوری که گفتم دو تا مسئله هست، دو تا چلنج ما داریم، یکی این که درک ما از این به صورت درستی باشه، حالا که یا این SSI میتونه مهم باشه، همونطوری که گفتم مثلا این میتونه یه دونه مبنا باشه برای ما که کی مثلا این رو لحاظ بکنیم، از اون طرف به چه ترتیب این رو پیاده بکنیم یا اعمال بکنیم، بحث اون برنامه ها یا نرم افزارهایی که موجود هست برای تحلیل. یکی از چالش هایی که ما داریم توی بحث اندرکنش بحث ابزار هست. ما ابزارهایی که داریم معمولا یا سازه‌ای هستن یا جیوتک هستن، یعنی تو نرم افزارهای سازه‌ای ما عملا بحث خاک فراموش میشه یا رفتار خاک فراموش میشه. همونطوری که من گفتم توی بحث اندرکنش خاک و سازه ما سه تا پارامتر داریم، پارامتر سازه، پارامتر فونداسیون و پارامتر خاک. ما نرم افزارهایی داریم که خاکی هستن که اینا خاک رو خیلی خوب مدل میکنن، مثل فلکسیس و و نرم افزارهای سازه‌ای داریم که خیلی سازه رو خوب مدل میکنن، مثل ایتابز و نرم افزارهای مشابه. اونایی که بیان همه رو ترکیب بکنن و همه رو یک تو ببینن، خب ما نداریم و یک نیازی هست برای اینکه ما بتونیم حداقل اینو ببینیم. و این پرزنتیشن، البته من حالا یه گریزی بزنم به اینکه از کجا وارد این شدیم، یک پرزنتیشن بخشی از پرزنتیشنی است که من سالیان گذشته توی برای اسپریم که یک نرم افزار سازه‌ای هست که کانادا اینا دیولوپ کرده بودن سالیان زیادی، فکر میکنم 30-40 سال پیش، و یه نرم افزاری هست شبیه همون ایتابز. اینا یکی از نرم افزاری که تونسته بود اینو ادغام بکنه اینا بوده، و خب این پرزنتیشن من اونجا دادم، بحث همین اندرکنش مطرح بود و اینا و نانلینیتی سیستم های این شکلی. ما یه نرم افزاری باید داشته باشیم که بتونه هر دوتا رو لحاظ بکنه. روش هایی که تحلیل میکنیم یا فورس بیست هستن، که خیلی از این چیزهایی که ما استفاده میکنیم معمولا که بیس رو ثابت میگیریم یا آینام هایی که استفاده میکنیم که R value داریم استفاده
استفاده میکنیم، دکتریتی رو میخوایم ببینیم، اینا فورس بیس هستن که لینک به خصوصی به قول معروف بین بیس شیر ریداکشن فاکتور و ریسپانس دکتریتی وجود نداره تو، یا اس اس آی وجود نداره توی این نوع روش تحلیل. و اون ضریب آر به صورت غیر مستقیم میاد این SSI رو میخواد ببینه، ولی به صورت دقیق ما این رو لحاظ نمی کنیم. یک سری روش ها دیسپلیسمنت بیس آنالیسیس هست که مثلا پوش اوور که شما میایید دیسپلیسمنت اعمال میکنید و این نان لینیریتی متریال رو هم البته میبینه و این بهش میگیم نان لینیر استاتیک یا پوش اوور آنالیسیس. و این به این ترتیب است که به قول معروف میتونه این رابطه SSI رو ببینه، یعنی این اثر اندرکنش رو میتونه ببینه. در یه حالت دیگه هم که خب یه روش های زمانمند هست، اگه بشه اسمش گذاشت ریسپانس هیستوری آنالیسیس، شما به صورت زمانی میاد کل بار رو در هر لحظه اعمال میکنید، بار زلزله رو، و این به صورت دینامیکی کل سیستم رو به قول معروف اون میرایی یا مثلا فرکانس های مختلف مثلا این بار زلزله رو میتونه ببینه. پس این سه تا طبقه بندی مختلف است. شما این موقع دیسپلیسمنت وارد میکنید و اون به قول معروف تمام اون نانلینیریتی ها رو هم توش میبینید. فورس بیسد هستن بعضی از روش ها و توی بالاترین سطح میتونه بار زمانمند باشه یا تایم هیستوری باشه، ریسپانس هیستوری باشه که شما به صورت دینامیکی میاید کل مسئله رو حل میکنید. این مثلا یه حالت خیلی جامع روش به قول معروف مدلینگ یا آنالیسیس میتونه این باشه که شما بار زلزله از این بدراک وارد میشه، این یو دابل دات هست همونطوری که میدید، شتاب هست، زمان ایکس وای زی، و این پروپاگیت میکنه، شروع میکنه، پخش میشه، میره بالا و حالا المان های مختلف داره و نهایتا یه فونداسیونی اطراف دارید که با یه سری المان اومدید اینا رو نشون دادید، اینا همونطوری که میبینید عامل وست شده، حالا یه فاینات المنت مدل میتونه باشه، کانتینیوس اور کانتینیوم مدل باید باشه، مثلا یه همچین چیزی رو شما تو آباکوس که یه نرم افزار تحقیقاتی است مثلا میتونید مدل بکنید، یه مدل مناسبی برای خاک میتونیم در نظر بگیریم، یک بار زلزله رو میتونید توی باندریا وارد بکنیم و این پروپاگیت میکنه، میره بالا و بعد وارد میکنیم بار رو به این استراکچر. این دایرکت آنالیسیس اپروچ بهش میگن، یعنی ما همه چی رو داریم میبینیم، سازه رو داریم میبینیم، سختی فونداسیون رو داریم میبینیم، اون محیط، اون کانتینیوم متد مدیوم رو به قول معروف اطراف اون محیط پیوسته خاک رو هم داریم میبینیم اطراف و یک مدل مناسبی هم برای خاک در نظر میگیریم. همونطوری که میدونید مثلا مورکولوم یه مدل خیلی ساده برای خاک هست، HS مدل ها هست و و و، برای اینکه بتونیم تمام این اثرات به قول معروف میرایی و سختی خاک رو و دیکه سختی در خاک رو مثلا اینا رو دیگریدیشن خاک رو و و و رو بتونیم ببینیم. این جامع‌ترین حالت کار هست. توی یه پله پایین‌تر اگه بخوایم بریم میتونیم اینا رو مجزا بکنیم، بگیم ما یک کینماتیک اینتراکشن داریم، کینماتیک همون فری فیلد هست که شما از اینجا بار رو فقط وارد بکنید ببینید خاک چجوری، اصلا خود این خاک این فری فیلد چه شکلی هست و اینو اعمال کنیم به قول معروف سازمون، حالا اون فونداسیونمون، و بعد بیایم این رو به صورت کامپوز، این به صورت به قول معروف مجزا به سازه بارم وارد بکنیم. این حالتی که اینو مجزا میکنیم، حالا میتونیم بعدن اثر اینا رو جمع بکنیم با هم دیگه، یعنی مثلا شما فرض کنید حالا یک پایل یا یک مثلا فکر میکنم صندوقچه‌ای بهش میگفتن، مثلا یا حالت مثلا فوندوسینی شما اینجا دارید، یه اثری از خاک به این وارد میشه، اینو جمع میکنیم با اثری که حالا اینرشیال به قول معروف سیستم کینماتیک و اینرشیا، یعنی اون چیزی که از سازه به این شما این چیز سیستم فوندوسیون شما وارد میشه و اون اثری که از کینماتیک
از خاک وارد میشه به این به قول معروف سیستم سازه یا فونداسیونی که اینجا دارید، و بعد این دوتا رو جمع میکنیم با هم دیگه، حالت سوپر پوزیشن، این دوتا رو جدا میکنیم بعد اثرشون رو با هم جمع میکنیم. یه پل از این پایین تره ولی خب میتونه دقیق تر باشه. همطوری که میبینید اینا سپرینگ یا فنر و دمپر هم اطراف این گذاشته، اطراف زیر اینا فنر و دمپر میذاره به قول معروف، و بتونیم و میتونه مثلا اینو مدل بکنه برای فون، برای سازن به همین ترتیب. به جایی که شما بیدیم بیس رو ریجید بگیرید که کامل مثلا در همه راستایی اون دیگری آف فریدم ما رو بیایید صفر بکنید یا درجه آزادی رو ببندید، میتونید بیاید چیکار بکنیم، به راحتی یه سری روتیشنال سپرینگ بذاریم. اینا مثلا تو نرم‌افزاری مثل مثلا سب خیلی راحت، یا این تبز هم تا حدودی میتونه اینا رو ببینه. حالا توی سب مثلا پیشرفته تر هست، شما میتونید نان لینیرتی هم ببینید، حالا روتیشنال سپرینگ داشته باشید مثل اینجا، یا مثلا لینیر سپرینگ داشته باشید که اینا اکویوالنت لینیر سپرینگ هست، یعنی معادل تمام اون رفتاری که به قول معروف این میکنه، یا میتونه مثلا پخش بشه، دیستریبیوت کنه توی اطراف ساختمون اینا، که بتونه اثر به قول معروف اندرکنش رو یه جوری غیر مستقیم ببینه. همونطوری که میبینید این مدلی هست که بیشتر ما باش آشنا هستیم، یعنی یه ساختمونی داریم بار زلزله رو میخوایم بهش اعمال بکنیم. در بهترین حالتی که ما میتونیم این کارو بکنیم بحث تایم هیستوری اینه که بیایم چیکار بکنیم، بار زلزله رو بزنیم پای ساختمون، ریجید هست پایین و یا فیکست هست، همونطوری که میبینید لزوما ریجید هم نباید باشه، فیکست باید، و این current state of practice یا اون چیزی که امروز ما داریم استفاده میکنیم نو SSI، هیچ اندرکنشی لحاظ نشده. شما میاد بار رو میذارید اینجا و نهایتا میاد طراحی میکنید ساختمان. سالیان گذشته خیلی وقت پیش، تقریبا فکر میکنم 10 سال پیش، من یک دانشجوی فوق لیسانسی داشتم که در ایران، و ما این کاری کردیم، گفتیم بیایم یه ساختمان 5 طبقه یا 10 طبقه یا هر چی اینجا اجرا کنیم، مدل کنیم مثلا توی ای تبز. بعد فرض کنید الان این ساختمان روی فونداسیون مثلا عمیق هم هستش، مثلا روی شمع هست، اینجا پایین شمع دارید شما، و ما بار رو اینجا اعمال کردیم همونطوری که توی کامن پرکتیس هست. مثلا شما توی ساختمان توی ای تبز بار زلزله رو، حالا یه زلزله مثلا مشخصی رو اعمال کردیم، بار این پای ساختمون رو در آوردیم، همونطوری که می‌بینید بار رو می‌گیریم می‌بریم اونجا توی سیف، حالا نرم افزار دیگه طراحی می‌کنیم پایلو. اینجوری یه بار پایلو طراحی کردیم و اون بحث مومان رو توش دیدیم، ببینیم مثلا مومان مثلا ماکسیمم توی پایل چقدر میشه. یه بار دیگه هم کل سیستم رو مثلا توی نرم افزاری مثل پلکسیس مدل کردیم و مقایسه کردیم، ببینیم این تفاوت این مومانی که توی که مثلا فونداسیونی که اینجا دارید یا این شمعی که اینجا دارید چقدر میشه. بحثی که اونجا داشتیم میخواستیم یعنی پیدا بکنیم این بود که ما زمانی که این رو به صورت فیکس در نظر میگیریم و میریم شمع رو طراحی میکنیم چقدر تفاوت داره با زمانی که میایم کل سیستم رو در نظر میگیریم. یعنی اینو یه بار تو پلکسیس اومدیم مدل کردیم با سازش و اومدیم بار داخل، یعنی مومان مثلا داخل شمع رو نگاه کردیم بهش. شما فرض کنید یه شمع اینجا داشته باشید، مومان داخل شمع رو مقایسه کردیم با زمانی که شما میایید این شکلی مدل میکنید ساختمون رو، بار پای ساختمون رو میگیرید و بعد میرید اعمال میکنید این رو به سر یک شمع و میخواید حالا مثلا مومان داخل این شمع رو الان ببینید. تفاوت این دوتا میشه SSI، این اون اندرکنش سازه و خاک. به چه عواملی بستگی داره؟ به نوع خاک بستگی داره، به نوع شمع و سختی شمع بستگی داره، فوندسیون و به سازه، اینی که حالا سازه شما چقدر سختی داشته باشه، اون پریودش چقدر باشه، ارتفاعش چقدر باشه و و و، یعنی این سه تا عامل مهم هست. همونطوری که می‌بینید مثلا تو این مثال به خصوص یه چیز خیلی معمولی هم هست، یعنی ما اکثر فوندسیون یعنی شمع عمیق رو وقتی که ما می طراحی می‌کنی و اونجایی که من اطلاع دارم و میبینم
و این چیزی که اتفاقا من میخوام از دوستانی که حالا تجربه بیشتری دارن یا توی این زمینه فعال تر هستن این رو در انتها صحبت بکنیم و بحث کنیم. اونجایی که من میدونم از پرکتیس به این ترتیبه که میریم یه ساختمون این شکلی طراحی میکنیم، یعنی مدل میکنیم، بار رو در پای ساختمون میذاریم، بار زلزله رو، و بعد حالا این در بهترین حالتش البته، یعنی هیچ تایم استوری هم نمیذاریم، حالا میریم اون سی وی و به قول معروف اون سی دابلیو و بار اینو در میاریم و بعد نهایتا میریم شم رو طراحی میکنیم. عملا شما اندرکنش رو لحاظ نکردید تو این روش. زمانی که بیایم به این ترتیب اعمال کنیم، یعنی بار رو به ساختمون وارد کنیم و بعد پای ساختمون رو بگیریم، حالا بار پای ساختمون قرار باشه بره باش شم طراحی بشه، عملا شما SSI رو ندیدید. چقدر اثر داره؟ این سوالایی که باید جواب داده بشه. تو پروژه های مختلف میتونه متفاوت باشه، تو خاک های مختلف میتونه متفاوت باشه. یک روش هایی که هستش حالا در مقابل اون ریجید یا فیکس، فلکسیبل بیست مدل ها هست، یعنی به این ترتیب که شما میتونید بیاید یه سری فنر و دمپر بذارید اطراف ساختمون. همونطوری که میبینید اینا فنر و دمپرهای هست اطراف ساختمون. حالا که این مثلا تو روش های مثلا پوش اوور خیلی رایج هست که شما میاد یه مثلا رفتار غیر خطی رو برای این فنر در نظر میگیرید، شروع میکنید به این ساختمونتون یک نیروی وارد کردن و این فنرها نقش اون خاک رو مدل میکنن و برای شما میتونن یک جورایی این اثر رو ببینن. خیلی خیلی وابسته است به چی؟ به اون ضریبی که شما فرض میکنید برای فنراتون. یه مثلا روش فلکسیبل بیس مدل میتونه همین چیزی باشه که ما استفاده میکنیم برای مثلا نرم افزاری مثل سیف. تو سیف شما میاید خاک رو با چی مدل میکنید؟ یه سری فنر، یعنی ما میاییم یه سری فنرهای خطی در نظر میگیریم زیر فونداسیونمون. ولی چرا سیف SSI نیست؟ چون دیگه ساختمون رو نمیبینید، یعنی عملا این فونداسیون جدا شده، حالا یه دونه فنر گذاشتیم زیرش و داریم فقط رفتار این نگاه میکنیم بهش، یعنی عملا بحث ساختمون اینجا مجزا میشه. ولی مفهوم این فلکسیبل بیس مدل به این ترتیب هست که شما میایید یه سری فنر میذارید، حالا این فنرها میتونه تهش هم بار زلزله اعمال بشه یا دیسپلیسمنت اعمال بشه یا نشه، اون دوتا بحث جداست. یه زمانی که شما مثلا اینجوری کار میکنید بهش میگن بختاب مدل و یک بار اینجا دیسپلیسمنت تو این پایین وارد میکنید و عملا همونطوری که میدید کینماتیک افکت رو به صورت ایمپلیسیتلی داریم وارد میکنیم. کینماتیک افکت همون بحثی که خدمتون عرض کردم، زمانی که شما اثر فری فیلد رو با مثلا اون ساب استراکچر فقط دارید میبینید، اون اینرشیال افکت نیست. اینرشیا بار اون اینرشیا افکت از ساختمون وارد میشه به مثلا فونداسیون، کینماتیک از زمین وارد میشه به ساختمون. همونطوری که میبینید این میشه عملا اون مدیوم زمین شما. اینا هم خاک اطراف است که توسط فنر و دمپر یا میراگر اومده اینجا مدل شده و حالا نهایتاً بار از طریق یا دیسپلیسمنت یا جابجایی از طریق این فنرها منتقل میشه به فونداسیون شما و بعد فونداسیون شما این یا این سازه شما از سازه ساب استراکچر شما میاد این رو به سوپر استراکچر منتقل میکنه. همونطوری که میبینید این نوع فرایند این شکلیه. Recommended for performance-based seismic design of tall buildings. تو روش های PBD برای ساختمان های بلند همونطوری که میبینید این مثلا پیشنهاد شده. Full substructure model. Substructure رو به صورت کامل مدل میکنیم تو این روش ها. یه تفاوتی که داره، به جایی که displacement رو اینجا وارد بکنیم میتونیم بیایم چیکار بکنیم؟ بهش میگن مالتی سپورت اکسایتیشن، یعنی شما بار زلزله وقتی که پروپاگیت میکنه میرسه بالا،
تو هر الیویشنی خب اون بار زلزله متفاوته، یعنی شما مثلا تایم هیستوری شما متفاوته، تایم هیستوری که شما رو بدراک داری با تایم هیستوری روی سطح زمین متفاوته. اون فری فیلد موشن که خدمتتون عرض می‌کردم یا فری فیلد گراند موشن، یعنی دیسپلیسمنت یا تایم هیستوری روی سطح زمین. بار زلزله اون چیزی که شما روی بیس یا تایم هیستوری که از زلزله داریم بالا بدراک هست، درسته؟ بسته به نوع خاکی میتونه آمپلیفای بشه، یعنی میتونه این خیلی زیاد بشه به قول معروف، این تشدید بشه این تایم هیستوریه. فری فیلد موشن، بدراک موشن. حالا شما وقتی بدراک از بدراک شروع میکنه میاد بالا، عملا تو الیویشن های مختلف اکسایتیشن های مختلفی داره یا ارتعاش های مختلفی داره. توی این روش به این ترتیبی که ما ته هر کدوم از این فنرها یا دمپرها میایم یه دونه مجزا، مثلا میگیم ما از این پایین شروع کرده بار اومده با این، توی این الیویشن این تایم استوری داریم، توی این الیویشن این تایم استوری داریم، و اینا رو میایم اعمال میکنیم به ته این فنرها. تو این روشه این شکلی هستش، همونطور که میبینید که میگن فول ساب استراکچر مدل اور بیسلاین مدل، و این داشبورد ها رو شما دارید که دمپینگ ها رو ببینید، اسپشیال وریشن این گراوند موشن اینپوت دارید، یعنی اسپشیال به صورت مکانی شما تو هر کدوم از این مکان ها یا هر کدوم از این موقعیت ها یک گراوند موشن، یک اینپوت مختلف وارد میکنید. ببینید میگه مالتیپل اور مالتی ساپورت اکسایتیشن، اینا ساپورت ها هستن و ما اکسایت میکنیم هر کدوم از اینا رو با یک تایم استوری متفاوت، به خاطر همون بحث پروپاگیشن نیروی اور جابجایی یا همون وقت جابجایی زلزله توی خاک. حالا برگردیم به این مدل ها. اکثر این مدل ها همونطوری که میبینید یه فنر و یه دمپر توش وارد شده، به جز این مدل ها که خب خیلی مدل های سنگینی هستش از لحاظ محاسباتی، مثل آباکوس شما نمیتونید مثلا بیاید کل اینا رو بعد فرض کنید، تایم دومین نالینر هم هست، عملا یه هفته طول میکشه تا بخواید اگه مدل رو بتونید موفقیت آمیز انجام بدیم مدلینگو، یه هفته طول میکشه فقط آنالیزش انجام بشه. بسیار روش های سنگینی هست. ما اینا رو مثلا توی وسترن چندین تز فوق لیسانس بود یا دکترا بود که دوستان کار میکردن، دوری که من پست‌داک بودم با اینا به صورت نزدیک کار میکردیم، و یک چیزی از سنتری هست که اصلا اینا رو میمدن اونجا ران میکردن. یه دونه پایل که شما میخواستی اینو آنالیز تایم بکنید مثلا راحت 48 ساعت یا اونم رو شارک سنتر اگه اشتباه نکنم اسمش این بود انجام میشد. فرض کنید برای یه ساختمون عملا غیر ممکن است توی پروژه‌ای که بخواد اینجوری بیاید مدلش بکنید. اما چیز ممکنش این روش‌های ساده سپرینگ هست، یعنی فنر هست، همونطوری که میبینید یا میدونید توی مثلا سپ شما فنر میتونید مدل بکنید. حالا بعد از پوشاور و نارسیس که میشه شما میتونید فنرهای نانلینیر بذارید و بعد بیاید این بحث پوشاور یا نانلینیر استاتیک آنالیسیس رو انجام بدید، که خیلی هم رایج هست تو ایران انجام میدادیم برای ساختمان بنایی. اینجا هم شما اگر یه پلی داشته باشید یا هر چیزی داشته باشید که بخواید اندرکنش اینا رو در نظر بگیرید، پروژه باشه که حالا اندرکنش مهم باشه، میتونید برات اینا رو مدل بکنید توی سب. حالا گریزی بزنم من به این بحث فنرها یا بیمان الاستیک فاوندیشن. بعضی موقع میگن الاستیک فاوندیشن، خب یکی میگه شاید بگه مثلا نان لینیر، اینا لینیر الاستیک هستن یا نان لینیر هستن یا به قول معروف چی هستن اینا. خیلی جاها شما اینو به صورت وینکلر هم میبینید، وینکلر فاوندیشن یا وینکلر مدل. اینا فنرهایی هستن که به صورت مجزا میان وصل میشن به خاک، میان وصل میشن به سازه. حالا سازه منظورم ساب استراکچر هستش اینجا، نه سوپر استراکچر، اون پی سازه. حالا سوال اساسی اینه که آیا واقعا اینا رپرزنتیتیو خاک هست؟ یعنی خاک آیا یه سری فنر مجزاست؟ مطلقا خیر، یعنی به هیچ عنوان خاک این شکلی رفتار نمیکنه. خاک یک محیط پیوسته است، حتی پیوسته هم نیست واقعا، یعنی کانتینیوم مدیوم هم نیست، همونجوری که مثلا ما تو پلکسیس نرم افزاری دیسکریت هست، پورس میدیا هست. ولی قصه خوب این هست یا
اون امیدوار کننده این هست که این مدل های فنر میتونه رفتار سازه ما رو مدل رفتار پیش بینی بکنه. تنها مزیت این بیم آن الاستیک فاندیشن ها اینه که شما با وجودی که خاک یک محیط گسسته هست، دیسکریت هست و پروس میدیا هست، شما چه اینا بری کانتینیوم در نظر بگیری، مثلا روش هایی مثلا فاینات الیمنتی یا فاینات مثلا دیفرنس متد مثلا فلک، یا بری مثلا اینو به صورت فنر در نظر بگیری که خب خیلی ساده تر از روش های فاینات الیمنتی هست، یعنی کانتینیوم مدیوم هست، باز هم رفتاری که سازه شما میده، منظورم از رفتار دیسپلیسمنت هست و مومان، اون چیزایی که برای ما مهم هست توی حالا توی سرویسیبیلیتی و یا مثلا توی مقاومت، رایت؟ یعنی شما چه مثلا AST بخواید نگاه بکنید یا مثلا لود اند رزیستنت فاکتور دیزاین، شما چه بحث سرویسیبیلیتی داشته باشید چه بحث مقاومت یا دیسپلیسمنت برای شما مهم هست، یا اینکه مومان چقدر داخل شده، حالا این خودش فیل میکنه خاک فیل میکنه یا نه. خوشبختانه این روش جواب میده. حالا همونطوری که میبینید ورتیکال داریم و هوریزنتال، اینجا خیلی 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 مهم هست که تفاوت این دوتا رو بدونیم. سیف اینه، نرم افزار سیف اینه، یعنی شما توی نرم افزار سیف میبایستی این ضریب این فنر رو بهش بدید و مدل. نرم افزارهای دیگه که برای پایل هستن این شکلی هستن، حالا چه پایل چه وال، حالا چه شما مثلا سابستراکترتون یه دیوار باشه، هر چیزی که افقی هست، هر فنری که افقی هست این هستش، این KH هست که مودولوس آف لترال یا هوریزنتال ساب گرید ریاکشن هست. واحد این با این فرق میکنه، جنس این با این، تعریف این با این فرق میکنه. یه نکته ظریفی است که خیلی به نظرم باید بهش دقت بشه زمانی که ما میاییم اینا رو استفاده میکنیم، این ذرائب به قول معروف هوریزنتال و ورتیکال رو استفاده میکنیم، حتی یونیت اینا متفاوت هست و خیلی مهم است که اینا رو ما درک درست ازش داشته باشیم. همونطوری که میدید نرم افزار سیف نمیتونه همچین چیزی رو مدل بکنه، یعنی شما زمانی که پایل داشته باشید و مجبور بشید هوریزنتال از فار از آی نو به قول معروف اینا نمیتونست مدل بکنه. راه حل چیه؟ شما میرید مثلا توی سب اینا رو به صورت یه سری فنر مدل میکنید، مثلا شما اگه دیوار حائلی داشته باشید یا مثلا حائلی بخواید دیزاین بکنید، شورینگ سیستم داشته باشید، اینا میریم با فنر اینا رو بس میکنیم بهش مدل میکنیم، این چیزی که مثلا اینجاست. مثلا آیا من میتونم این کار رو توی سیف بکنم یا نه افزار این شکلی بکنم؟ خیر، چون حالا این اونا به این ترتیب عمل میکنه. این ضریبه چی هستش، از کجا باید در بیاد؟ این آیین‌نامه های مختلف ضرائب های مختلفی دادن. این KH همونطوری که میبینید این horizontal modulus of subgrade reaction KHY هست و این relates lateral pressure، همونطوری که میبینید این به کیو وصل میشه و این coefficient of subgrade reaction modulus، این ضریبه رو معمولا تو کدا به شما میدن، این ضریبه رو تو کد به شما میدن، بعدن اینو میتونیم مرتبطش بکنیم به این K و بعد این K یه ضرب در Y که بشه میشه P یا اون load per unit length، این بار هست per unit length، یعنی بر مبنای بر واحد طول هست، عملا واحدش هم همونطوری که میبینید این اف ال اسکوئرد هست، اگر ضرب در وای بشه به شما اف پر ال میده دیگه، فورس پر یونیت لنث، رایت؟ این پی، پس اینه پی وای کرو که میگن از اینجا اومده، یه پی دارید که شما فورس پر یونیت لنث هست، وای دیفلکشن هست یا دیسپلیسمنت هست و با این ضریب کی به هم مرتبط میشه. توی مورد مثلا شما اگه دیوار حائل داشته باشه، البته این دیوار حائل نیست، بعد یک شمع هست
ولی فرقی نمیکنه، در هر صورت رفتار یک شکل است. این شکل منظورم اینه که برای شمع هست، این رفتاری تو شمع فقط دیده میشه، تو خاک توی توی دیوارها فرق میکنه. حالا اگر شما مثلا دیوار فعالی داشته باشید اطراف permanently یا مثلا temporarily به صورت موقت یا دائم داشته باشید فرق میکنه رفتار. شما یه وای دارید، از این میتونیم از مامان و شیر میتونید، این مامان شیر هست اونطوری که میبینید، میتونید این پی رو در بیارید، این پی وای کرو رو در میارن. یه خوبی پی وای کرو این هستش که این ضرائبی که من خدمت شما عرض کردم برای این فنرا غیر خطی میتونه باشه توی این پی وای کرو. یعنی این فنره که توی تیم مدل ها، تمام این مدل هایی که توی اون پاکتون باش مدل میکنیم، این فنره عملا غیر خطیه. واقعیتش اینه که اینا غیر خطی هست. ما چی استفاده میکنیم تو پرکتیس؟ 99% مواقع اینو چی در نظر میگیریم؟ خطی در نظر میگیریم. مثلا تو سیف همیشه خطیه. توی پایل ها که اون شمع ها میشه که اون زمینه کاری و تحقیقاتی من بوده توی این 10-15 سال گذشته، تمام اینها غیر خطی هست و بسیار 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 اثر مهم می داره. چه حالا شما بخواید برید یه دونه دیوار آئل طراحی بکنید، چه بخواید یه ساز موقتی طراحی بکنید، چه بخواید شمع طراحی بکنید، تو تمام این موارد این بحث غیر خطی بودن خیلی اثر میذاره، به خصوص روی تغییر مکان یا جابجایی جانبی اینا. اون فیچرهایی که خیلی مهم هست بحث رفتار غیر خطی سوپر استراکچر و فوندیشن هست. همونطوری که میبینید تو بحث پرفورمنس بیس دیزاین یا حتی SSI بحث رفتارهای غیر خطی اینا مطرح میشه. یعنی چه سازه بالایی، چه ساب استراکچر، سازه پایینی فوندیشن شما. در این حال رفتار غیر خطی خاک هم مهم هست اینجا، یعنی رفتاری که این الاستیک هست، اینا دوباره مهم میشه. بحث مدل خاک شما مهم هست، این اثر این مدل روی سختی و مقاومت خاک، مثل هاردنینگ، دیگریدیشن، بحث اینطوری. بحث گپ هایی که بین این دوتا میتونه، یا کیوین اگه شما داشته باشید، خاکایی مثل سند، بعد از انرژی دیسیپیشن یعنی تو زلزله بحث میرایی هم خیلی مهم میشه. تمام این عوامل این بحث SSI رو تا یه حدودی پیچیده میکنه. اون کاری هم که ما مثلا کرده بودیم، یا این البته یک مدل سازه‌ای هست بیشتر، زمانی که شما بخواید نان لینیرتی توی سازه رو ببینید، که این مثلا ادوانس مدل هست، این بهش میگن دیستریبیوتد پلاستیسیتی. یکی از بزرگترین چالش هم راست بخواید، دلیل این که اصلا وارد این بحث ها میشیم اینه که توی یک سری از مسائل یا یک سری از مواردی ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که پلاستیک هینج کجا رخ میده. درسته؟ یعنی شما توی سازه مثلا میتونید حدس بزنید پلاستیک هینج کجا رخ میده، درسته؟ مثلا توی اکثر نرم افزارها مثلا ای تپس شما فرض میکنید پلاستیکی کجا رخ میده اول. مثلا شما اگه فرض کنید الان یه دونه both side rigid داشته باشید، یه تیر هم این وسط داشته باشید، کجا اول شما یه بار یه distributed load هم مثلا روی این تیره داشته باشید، به نظرتون کجا این پلاستیکی اول رخ میده؟ یه بار دیگه مسئله رو بگم، دو سر گیردار، یه تیر ساده وصل شده دو سر گیردار، یه بار یونیفورم هم به صورت یونیفورم لود روی این گذاشتیم، شروع میکنیم بار رو اضافه کردن، همینطوری بار رو زیادش میکنیم این بار یونیفورم لود رو. فاصله یک چهارم از طرفین و یکی هم وسط. اول کدومش رو رخ میده؟ اول طرفه نزدیک تکیگاه. دقیقا. چرا؟ چون ممانه زیاد میشه، این میره چی میشه؟ میره حالت این الاستیک میشه، درسته؟ بعد که اون این الاستیک شد، از اینجا به بعد انگار این مثل دو سر مفصل کار میکنه، درسته؟
بعد دوباره زیادش بکنیم اون وسطه، چون اونجا مومن ماکسیموم میشه، از اون مومن ییلد رد میکنه، اونجا میشه چی؟ انالاستیک میشه. در بعضی از موارد ماها نمیتونیم پیش بینی بکنیم که کجا این اتفاق میفته، یعنی ما نمیتونیم بیایم حدس بزنیم کجا ماکسیموم مومان رخ میده. یکی از اون موارد زمانهایی هست که شما یک چیزی دارید به نام پایل کالم. این توی نمیدونم چیز، اگه فکر میکنم این مثلا یه پایل کالم هست، میبینید این اینا میبینید زیر پای های پول هست، میبینید زیر پای پول هست، این شکل رو میبینید، به اینا میگن پایل کالم. یعنی یه کالم نیه اینجا، یه ستونیه با همین با همین قطره، اگه مستقیم بیاد بره پایین به اینا میگن پایل کالم. حالا بعضی موقع این میاد بعد بزرگ میشه پایه، ولی زمانی که مستقیم میره پایین اینو میگن پایل کالم. توی همچین مسائلی شما نمیتونی حدس بزنی کجا ماکسیموم مومان رخ میده و کجا اول این چی میشه ییلد میکنه. خیلی مهم است اینجا برای تو توی پرفورمنس بیس دیزاین. خیلی ما باید حدس بتونیم بزنیم ولی نمیتونیم حدس بزنیم. اونجاست که بحث این سول استراکچر اینتراکشن ها مهم میشه و اون جاها هست. مثلا نگاه کنید توی این مسئله، توی این مسئله من اگه فرض بکنم این انتها، مثلا یه المان شما داشته باشید، یه المان، یه دونه المان فقط، فرض کنید مثلا توی این المانه کجا ماکسیموم رخ میده، میتونید بگید تهش داره رخ میده ماکسیموم، ولی بعد از موقع شما نمیتونید حدس بزنید، پیش بینی بکنید که کجا رخ، هر جا توی این طول المان میتونه این اتفاق بیفته. من راجع به یه تیر صحبت نمی کنم، راجع به یه تیری صحبت می کنم که به تکه های مختلفی تقسیم شده و تو هر جای از این تیره، از این المانه میتونه این اتفاق رو رخ بده. یک مدل های هست به نام Distributed Plasticity. از این حالت ساده میتونه شروع بکنه تا این حالت خیلی پیشرفته. قصه این Distributed Plasticity ها چیه؟ قصه این Distributed Plasticity ها اینه که میگه شما بیا یک سکشن این المان رو، راجب المان صحبت میکنیم، ما فقط یه المان هم توی فاینال المنت هستش که هر المان میکنه، یه المان رو تقسیم کن به چند تا سکشن و توی این سکشنه بیا این سکشنه رو هم خوردش کن به چند تا فایبر بهش میگن، به خاطر به اینا میگن فایبر تکنیک، و توی هر کدوم از این فایبرها حالا شما بیا رفتار این متریال رو بررسی بکن. توی این مدل‌ها اگه شما همچین مدلی استفاده بکنید، شما میتونید به صورت دقیق یا خیلی نزدیک به دقیق پیش بینی کنید یا مدل بکنید رفتار اینلاستیک غیر خطی سازه رو. رفتار غیر خطی سازه رو میشه با این مدل ها دید، مثلا این کجا پیاده شده، تو کدوم نرم افزار رفته پیاده شده، اینا توسط مؤسس این، یعنی اون کسی که دیولوب کرد این کارو، اومدن تو اوپن سیز، اومدن اینو پیاده کردن که یک اوپن به قول معروف سورسی هست. اوپن سیز فکر میکنم اینا توی یونیورسیتی آف برکلی هم بود یا چیز UCLA اگه اشتباه نکنم، این پروفسوری اونجا بود که من بر اساس حالا تز که این دکترای انجام داده بود اومدیم اینو برای این کاری هم که می‌خواستیم خودمون، پروگرام که می‌خواستیم خودمون دیولپ کنیم، اینو توش اعمال کردیم. ولی قصه این اینه که این میتونه تمام این نان لینیاریتی ها یا این الاستیک بیهیویر سازه رو برای ما مدل بکنه. از اون طرف همونطور که گفتم نان لینیاریتی متریال سوپر استراکچر مهم است، از اون طرف خاک هم یک رفتار غیر خطی داره. یعنی خاک همونطوری که خدمتتون عرض کردم اینجوری نیست که ما بیایم فقط فرض کنیم خب یه شمع دارم، حالا برای شمع خیلی مهم است، من مثال شمع رو میزنم یا دیوار رو میزنم، چون این توی زمانی که شما این هوریزونتال اسپرینگ ها رو، این
فنرهای افقی رو میذارید خیلی مهم میشه. زمانی که حالا مثلا فونداسیون دارید از پایین میذارید این زیاد مهم نیست، ولی زمانی که شما هوریزنتال اسپرینگ میذارید این خیلی مهم میشه. رفتار خاک هم غیر خطی، یعنی شما تمام اون بحثای غیر خط رفتار غیر خطی که مثلا پی وایکر میتونه اینا رو ببینه، اینا رو باید لحاظ بکنیم. خیلی از مواقع مثلا من دیدم تو پروژه، یک پروژه بود که من اینوالو بودم توش، یه تورنتو هم بود برای همین اندرگراوند این سابوی که بود، اینا مثلا یه نرم افزاری استفاده کرده بودن اون شرکت اسپانیایی که این مثلا کل اینا رو خطی میگره و بسیار تفاوت عجیب غریبی داره این زمانی که شما اینو خطی میگیری با زمانی که غیر خطی میگیری. اون پی وای کروا که همونطوری خدمتتون عرض کردم میتونه نان لینیتی رو ببینه، این پی وای کروا خیلی مهم هست که شما بتونید پی وای کروای درستی رو استفاده بکنید که بتونید این رفتار غیر خطی رو یا این اندرکنشه رو لحاظ بکنید. پس رفتار خاک هم غیر خطی است و این رفتار غیر خطی خاک نه تنها تو حالت استاتیکی مهم هست که توی حالت وقتی که رفت و برگشتی میشه بار، یعنی شما باره مثلا بار باد حتی دارید، شما بار باد هم به نوعی مثلا این توربین های بادی که طراحی میکنن خب این باره این شکلی این شکلیه دیگه، فرکانسش متفاوته با زلزله، از پایین هم نیست، یعنی کینماتیک شما نداری فقط انرژی هست از بالاست، ولی اندرکنش روی بازم شما دارید هنوز. یه هر جا که این دوتا خاک و سازه با هم در تماس هست، حالا که بحث مثلا سایکلیک باشه از بالا باشه، مثلا بحث مثلا این اسکله ها، این اسکلات شمایی هست که میزنن اونجا بار موج دریا، دوباره بحث امواج دریا رفته برگشتی، از پایین زلزله هست دوباره به صورتی رفته برگشتی. پس این هم باید مدل بشه بتونه تمام اینا رو ببینه. حالا نهایتا حالا اون کاری که ما میکردیم مثلا اومده بودیم اینا رو مثلا برای مثلا پایل کالم اینو مدل مثلا مقایسه میکردیم با یه سری اکسپریمنتال استادی، ولی این همون چیزی که خدمتون عرض کردم، مثلا همون جوری که میبینید اینجا رفتار هر کدوم از اینا تو بارهای سایکلیک یا بارهای داینامیک میتونه، وقت میگیم فایبر یعنی در این حد که شما میتونید بیاید حتی رفتار این میلگرده رو هم زمانی که این میلگرده میره تو حالت مثلا اینالاستیک رو میتونید رفتارش ببینید، در این حد دقیق است. چرا باید این کارو بکنیم؟ به خاطر همون بحثی که پیش بینی ناپذیر هست، اون نقطه ای که شما به ماکسیمم مومنت میرسید. اگه بخواید شما اینجا مثلا مثال بزنید، همونطوری که میدید این دیفلکشنه با عمق که حالا نورمالایز هم شده با دیامتر یا مثلا قطر این شم نورمالایز شده، این مثلا اینجا اگه شما خاک این شکلی باشه، مثلا این فکر میکنم خاک یکیش سند بوده یکیش کلی بوده، یا یکیش سند بوده لوس بوده یکیش دنس بوده، همونطوری که میبینید مثلا این تو 4D مکسیموم رخ داده، مثلا این یکی مثلا تو 2D مکسیموم رخ داده، اونجایی که مکسیموم مثلا مومان رخ میده. این چیزیه که حالا میشه از اینا دید. یک بحثی هم بحث نانلینیرتی هست که حالا توی یه سری از این حالا ما به قول معروف یه ولیدیشنی میخواستیم اینجا بکنیم، ولی بحث همونطوری که خدمتون عرض کردم مالتیپل اکسایتیشن ها، اگه شما بخواید اینو هم ببینید به این ترتیب هست که حالا اونا تو بحث های استاتیک بود، اگر که شما بخواید کلن کل مسئله رو هم توی حالت زمانمند حل بکنید به این ترتیب هست که شما این بر یه ماتریس به قول معروف جرم دارید، ماتریس سختی دارید، میرایی دارید و و و نهایتا اینه که شما این بار رو با این تایم هیستوری رو همونطوری که خدمتون عرض کردم بعد ته هر کدوم از این فنرها اعمال بکنید تو واقعیت، یعنی اگه شما خواهد واقعا این مدل درست انجام بدید میباید چیکار بکنید؟ این تایم هیستوری ها رو به صورت مالتی اکسایتیشن اعمال کنید تو هر کدوم از اینا. یه سری از کارهای دیگه که ما کردیم توی اون دوره که به قول معروف روی این نان
مالینیتی و بحث سول استراکچر اینتراکشن کار میکردم، من این بود که بیایم این رو به صورت مولتی اکسلریشن توی تایم دومین از پایین کلش رو انجام بدیم، که اون موقع روی یک پروژه بوده که توی دوباره UCLA بود و یه شیکینگ تست بود و میخواستیم مقایسه بکنیم ببینیم وقتی که بار رو کلن وارد میکنیم این چقدر تأثیر میذاره، یعنی بار رو از پایین که وارد بکنید چقدر فرق میکنه با زمانی که از بالا فقط بار میذارید. این اون فول اسکیل تستی بود که تو سان دیگو اینا تقریبا بزرگترین شیکینگ تیبل تست رو اینا اومدن اونجا تو ابعاد واقعی ساختن و همونطوری که میبینید ما برای این دوتا زلزله نورت ریج و تاکتوری سعی کردیم که اینو پیش بینی بکنیم. بعدن نتایج این اومد و حالا توی یه سری جورنال پیپر هم چاپ شد که مقایسه کردیم مثلا این پیش بینی ما رو با اون چیزی که تو واقعیت این رفتار رو انجام دادن. به هر ترتیب اگه بخوام یه خلاصه ای بکنم از این صحبتی که خدمتون عرض کردم، فایده های این SSI و اثر این SSI همونطوری که گفتم این است که یعنی اون چیزی که ما باید بدونیم، یکی درک درستی است از توزیع بار و دیسپلیسمنت توی سازه هست و اون دید بهتری هست که به ما میده برای طراحی فونداسیون به صورت خیلی خاص، فونداسیونایی که حالا یا عمیق باشن مثل شم یا شما دیوار حائل داشته باشید یا ساز موقت داشته باشید. بحث پی وای کرو رو گفتیم و اینکه این نان لینیریتی توی اینا خیلی مهم هست و میبایستی یک مدل واقع بینانه از اون فنر رو توی مدل سازی و طراحی و تحلیلمون لحاظ بکنیم. یکی از مهمترین مسائل توی بحث فنرها همونطوری که گفتم اینه که شما فنر درستی رو لحاظ بکنید. اون بحثی هم که حالا ما از جیو استراکچر نانلینیر آنالیسیس پروگرام یاد گرفتیم از این مطالعاتی که انجام دادیم، این بحث رفتارهای غیرخطی پاک و رفتارهای غیرخطی سازه بود که حالا به صورت خاص اینجا پایل بود که لحاظ میکردیم و مهم بود. اون چیزی که من خیلی به صورت واضح متوجه شدم تا اون به خاطر که ما معمولا بحث سرویسیبیلیتی داریم و همیشه سعی میکنیم از یک مقداری دیفلکشنمون یا دیفورمیشنمون بیشتر نشه، حالا 25 مثلا میلیمتر مثلا مکسیموم هست مثلا در نظر میگیریم، توی این موارد واقعیت اینه که ما وارد محدوده غیر خطی سازه نمیشیم مگر اینکه شما برید پرفورمنس بیس دیزاین اپروچ مثلا پیاده بکنید، مثلا توی طراحی مثلا پولوینا که اونجا مثلا بحث داکتالیتی اینا مطرح میشه که واقعا ما میخوایم بریم مثلا ببینیم وقتی که این میره توی مس این الاستیک چجوری رفتار میکنه. ولی از اون طرف از طرف خاک شما حتی تو اون لول های پایین دیفورمیشن هم یا تغییر مکان هم این وارد بحث غیر خطی میشه، یعنی خاک از اولش حالت غیر خطی داره و این بحث غیر خطی بودن خاک پس خیلی مهم هست که بتونیم مدل بکنیم غیر خطی بودن رفتار غیر خطی خاک رو. ساز همونطوری که گفتم تا اگر شما پی بی دی نخواهید انجام بدید آنالیز پی بی دی، معمولا میتونید سازه رو الاستیک در نظر بگیم، فرض واقع بینانه ای است، ولی خاک از اول شما باید این رو نالینیتی رو لحاظ بکنید و اثر خیلی مهمی هم داره. من تشکر میکنم از اینکه تحمل کردید و بازم عذرخواهی میکنم که یک قطع و بحثی شد وسط این پرزنتیشن. در خدمتتون هستم اگر که سوالی هست و دوست دارید حالا با هم یه صحبتی بکنیم راجع به این. بسیار عالی، دستتون درد نکنه، خیلی لذت بخش و خیلی مفید بود، از نظر علمی خیلی در سطح بالایی انجام شد. از آقای مهندس همتی خواهش میکنم که سوال و جواب رو مدیریت بفرمایید.
بله حتما، منم به نوبه خودم تشکر میکنم و ممنون از شما بابت این پرزنتیشن. خب دوستان اگر مطلبی کامنتی دارن یا سوالی دارن یا نکته دارن که بفرمایید. دوستمون آقای مدبالچی بفرمایید. با سلام و تشکر از پرزنتیشن آقای دکتر و حضرت عالی. من حقیقتش 4 تا سوال دارم، اون تو اگه از حوصله جمع خارج بود و مدت زمان زیادی پاسخشون اگر قابل جواب دادن بود کشید. حالا مثلا آقای دکتر خواهش میکنم یکی دوتاش اول جواب بدن، یکی دوتاش هم آخر وقتی بقیه سوال رو کردن. سوال اولم اینه که آقای دکتر حیدری، بابت اینکه بغل شمع ها شما فرمودید که فنر بذاریم، این فنرها رو یعنی چند تا باید بذاریم؟ زمانی که جنس خاک عوض میشه باید بذاریم، یا اگر فرض کنید یه جایی کل خاکمون یونیفرم بود و هیچ جنس خاکمون هم عوض نشد، خب مثلا طبق تجربه شما چند تا باید بذاریم؟ مثلا هر 5 متر باید بذاریم، 3 متر باید بذاریم؟ و این هم دوباره صدق میکنه در مورد اینکه همون زلزله بدراگ که میاریم بالا، فرض کنید تو نرم افزار دیپ سویل اینو تقسیم بندی خاکش به چه شکل باشه که مثلا اونجا چمه چمه تقسیم کنیم؟ چون من خودم این مسئله رو یه دوره تزم هم یه مقدار باش درگیر بودم. و سوال دومم این که خب این بحث آنالیزهای فاینانت المنتی و اینا برای ظاهرا زمانای پروژه خاص و این حرف هست و توی صنعت شاید نشه به صورت جنرال استفاده کرد. آیا میشه مثلا یه بحثی مثل تیر آر بی اس که داریم، مثلا شمع آر بی اس هم تعریف کنیم و یه نقطه ای رو تعریف کنیم و نحوه چیز اجراییش چیه که مثلا آدم یا مثلا بگی آقا تو این نقطه تو بایستی که گسیخته بشی؟ و سوال سوم هم این که چرا توی اون پروژه آخری که شما برای همون دانشگاه UCL بکنم فرمودید، نمونه تجربی و تئوری رو مقایسه کرده بودید، چرا از هلیکال پایل استفاده کردید؟ چون خودتون بهتر از من میدونید که هلیکال پایل موقعی که اینستال میشه 1-2 متر خاک بالاشو یا شاید مثلا 3 متر خاک 2 متر خاک بالاشو کلن چیز میکنه، یعنی دیسترب میکنه و شاید توی بالای لترال یه ذره نتونه چیز کنه. و سوال آخرم هم که هستش اینه که تو اون رابطه ای که H تقسیم بر VS ضرب در T مرقوم کردی فرمود که بالا بزرگتر از 1/10 باشه، اون H توی پل ها کدوم ارتفاع در نظر گرفته میشه؟ ارتفاع ستون یا از ارتفاع در واقع تا بالای عرشه هست، یا ارتفاع مثلا شمع و ستون و عرشه هست؟ که قاعدتا من چیز ذهن خودم اینه که مثلا 2 متر از شمع و ستون و تا بالای عرشه باید در نظر گرفته شده، ولی باز یه توضیح به صورت مختص راجع به پل به من بفرمایید خیلی ممنون میشم. عذرخواهی میکنم. من فقط باید یه یادواری بهم بکنید که یک به یک اولش سوال اولتون اگه اشتباه نکنم یک کوچولو فقط میگید که کاش سوال رو یکی یکی پرسیده بودید، چون تو سوال اولتون 10 تا سوال مد چیز بود، مستتر بود به قول معروف. یه اشاره میکنید فقط سوال اول چی بود؟ اصفایی میکنم این که در واقع تقسیم بندی خاک به چه شکلی باشه. خیلی سوال خوبی است. این خیلی سوال خوبی است، چون بحث تقسیم بندی خاک که میشه، ما نگاه کنید ضریب فنر با خاک عوض، یعنی با خود خاک با عمق عوض میشه، یعنی توی خاکای ماسه‌ای کویژنلس سویل وقتی که شما میرید پایین این یه زد هم داخلشه، یعنی مثلا اون ان کیه هستش ان ضرب در زد، یعنی شما همینطوری که دارید میرید پایین عملا این خاک داره اون ضریبه عوض میشه، یعنی تو هر عمقی باید متفاوت بذارید. یک، پس خاک اگه عوض هم نشه باید این کارو بکنید. ولی اگه خاک عوض شد که 100%، یعنی خاک عوض میشه 100%، کلی سویل
سیفی سویل با مثلا کویژنلس سویل فرق میکنه. حتی اون سندی که شما دارید یا مثلا ماسی که شما دارید با اون مثلا لوس و دنسش فرق میکنه. پس زمانی که اینا عوض میشه خصوصیاتش باید شما مدل کنید. زمانی که حتی شما ماسه داشته باشید و این با عمق هم میره پایین باید چیز بکنید. پس دیسکریتیزیشن رو گفتین، یعنی این که ما چقدر تقسیم بندی بکنیم. بکنید اگه دیپ سویل دارید استفاده میکنید، حالا خیلی تخصصی میشه ولی بکنید توی 4 تا روش مختلف هست تو پرزنتیشن من اشاره خیلی دوی کردم. شما یا لینیر دارید استفاده میکنید یا نان لینیر دارید مدل میکنید. خب یعنی خطی یا غیر خطی. خب خاک رو غیر خطی میگیرید. یا تو فرکانسی دومین دارید حل میکنید مسئلتون رو یا دارید تو تایم دومین استفاده میکنید. دیپ سویل تو هر 4 تا میتونید بیاید. اون فری فیلد بود که گفتم از بدراک حرکت میکنه میاد تو سطح خاک. شما هر 4 تا مدل میتونید استفاده بکنید. کاری که من کردم، من توی تایم دومین و فرکانسی دومین لینیر و نان لینیر اومدم هر 4 تاشو مدل کردم. چیز کار شاقی هم نیست، یعنی دیپ سویل هم همین کارو میکنه. شما زمانی که لینیر دارید مدل میکنید و فرکانسی دومین، عملا شما هیچ فرق نمیکنه دیسکریتایز بکنید، چون خودش اصلا تو هر یه جورایی مثلا ترانسفورم سولوشن انگار مثلا دارید در میارید، میتونید در بیارید اینو چیز بکنید. دیسکریتایزیشن هم البته مهم هست. کلن توی بحث فاینایت المنت دیسکریتایزیشن خیلی مهم هست. از یه جا به بعد شما کانورج میکنه جوابتون، یعنی نیاز نیست که شما بخواید خیلی هم ریز بکنید. از کجا بفهمیم تجربه؟ یک تجربه. دو این که شما بیاید نهایتاً آقا یه پارامتریک استادی بکنید، این چیزو کم و زیاد بکنید، این فواصل رو ببینید از کجا به بعد دیگه این کانورج نمیکنه، دایورجنس دارید، تفاوت خیلی مشکوک هست. درسته؟ که البته خب این خیلی بحث مهمی هم هست، یعنی مثلا خیلی از تزایی که انجام میشه اکثر دانشجوها یعنی ازشون اول اینو میخوان، میگن آقا برید شما بیاید اینو دیسکریتایز بکنید ببینید که مثلا تو کدوم مثلا کانورج میکنید و اون کوچکترین یا بزرگترین سایز رو استفاده بکنید که هنوز جواب کانورج میکنه، همگرا میشه جواب. میدونید؟ پس بخوام خیلی ساده بگم دیسکریتایزیشن، شما یک سری البته توی بحث فاینایت المنت یک سری روابطی هست که طول المان با پریودی که دارید وارد میکنید یک رابطه‌ای داره که از روش میتونید طولی که جواب کانورج میکنه رو حدس بزنید. یعنی ما میتونیم حدس بزنیم که آقا این طولی که باید در نظر بگیریم که جواب درست به ما بده چقدر باشه. تو اکثر یک رابطه خیلی ساده ای داره تو اکثر کتاب فاینایت المنت هم هست. یک چیزی که من میخوام بهتون بگم که شما دوچار چیز نشید، نکنید وقتی بحث المان محدود میکنیم، ما حتی همین نان لینیر این اسپرینگ مدل هم المان محدوده، ای تبز هم المان محدوده، اون بحث سیف هم المان محدوده، یعنی شما عملا دارید فاینایت المنت استفاده میکنید برای همش. ولی یک زمانی که شما خاک رو کانتینیوم مدیوم در نظر میگیرید مثل آباکوس، اون یه جور دیگه کانتینیتی خاک رو دارید میبینید، مثل پلکسیس کانتینیتی خاک رو دارید توش میبینید. پلکسیس و الپایل یا نرم افزاری مثلا مثل سیف همش دارن فاینایت المنت بیس هستن. یه جا خاک رو اسپرینگ میگیره، یه جا خاک رو کانتینیوم مدیوم میگیره. متوجه منظورم میشه چی میگم؟ پس اینم دقت داشته باشیم که وقتی میگی فاینایت المنت داریم به چی نگاه میکنم، همه اینا فاینایت المنت بیس هستش. سال دومی که پرسیدید یه اشاره فقط بکنید که آیا دکتر راجبه این که آیا به نظرتون بهتر نیست برای این که مثلا این بحث اندرکونش خاک و سازه رو بتونیم واقعا تو صنعت استفاده بکنیم، بیایم ما یه سری شمعای مثل تیر شمعای RBS طراحی کنیم و نقطه گسست رو خودمون تعریف کنیم واسش؟ تجربه‌ای داشتید تو این زمینه شما؟ اون نوع شمعی که گفتید خیر، ولی عملا به صورت صنعتی شما الپایل، اگر هم الپایل نمیخواید استفاده کنید سپ، شما به صورت خیلی common practice اینه که شما یا الپایل یا این جی استپ هم که ما مدل دیولوب کردیم مثلا برای همین بود، نرم افزار این شکلی. خب حالا مهم نیست که چه نرم افزاری شما استفاده میکنید، چیزی که بتواند این اندرکنش رو ببیند. حالا نرم افزار خیلی زیادی هم اون اوت دیر هست، میتونید استفاده بکنید این اندرکنش رو ببینید. خیلی راحت هست، خیلی هم زمان زیادی نمیگیره، به راحتی هم قابل انجام هست و دارن انجام میدن.
اینی که ما بتونیم پیش بینی بکنیم که کجا این اتفاق میفته، این برای بحث لترال هست. اگه شما ورتیکال دارید، اون ورتیکال هم تیزت کر بهش میگن، یعنی میان اینو اینجوری در نظر میگن، اون زمانی که ورتیکال پایل مثلا شم میاد بس میکنین میگن تیزه، زمانی که لترال میگن پیوت. حالا اینا یه چیزای خیلی کامن به معروف یعنی پرکتیس هست، یعنی چیزی که هر روز دارن استفاده میکنن، چیز خارق العاده ای نیست. قرار نیست که ما کلش رو با حتی شما پلکسیس هم الان خیلی رایج هست، یعنی چیز پیچیده ای نیست. اونجا اینا پیچیده میشه که کل سازه رو با ساب استراکچر رو میخواید یه جا مدل بکنید، که معمولا اینم به جز پروژه خاص این کار رو نمی کنید. میدونید تو بحث پولا هم وقتی که وارد میشن، مثلا اونا بازم مثلا یه سری از نرم افزارهایی که هستش اینه که شما میتونید بیاید خیلی راحت دوباره همین مدل های فنر بذارید یا کل مدیوم رو در نظر بگیرید. این چیزی نیست که مثلا خیلی کار شاقی باشه مدل سازیش، یعنی نیازی نیست که مثلا ما بخوایم بریم یه چیزی رو پیش بینی کنیم که این کجا مثلا چیز بکنه، فیل بکنه، میتونیم مدلش کنیم و آنالیزش کنیم. پس از این بابت هم زیاد چیز نیست. پس اون هلیکال پایل 100% باهاتون موافق هستم. من توی اون پروژه نقش چیز داشتم، یعنی عملا من مدل محاسباتی این کار رو، البته نه برای اون پروژه، ما برای اون پروژه از من خواسته شد که برم اینو مدل کنم و من بس مدلینگ و آنالیز تحلیل این رو قبل از اینکه اینو برم بسازن می‌خواستم ببینیم تو چه باری فیل میکنه، می‌خواستم قطر این شمع و اینا رو در بیارن. اونجا من استفاده کردم این نرم افزاری که دیولپ کرده بودم رو و اونو پیش بینی انجام دادیم، مثلا نه اینکه بخوایم تایید بکنیم هلیکال پایل بهترین پایل. 100% باهاتون موافقم که هلیکال پایل چیز میکنه، این اثر دیستربنس ایجاد میکنه، خصوصا تو خاکای کلی یا روسی خیلی این اثر زیادتری داره. نکته دوم، خیلی از این تحقیقاتی که الان میشه راجع به مثلا این نو پایل یا اون نو پایل، مثلا هلیکال پایل به صورت خاص، اینا مثل این شرکت های داروسازی هست که میان چیز میکنن که آقا این قرص رو بر تحقیق کن خوبه. خب اکثر این پروژه ها این شکلی هست که یه فاندی از اکسترنال، اون شرکت که هلیکال پایل میسازه، به اینا میدن، مثلا به دانشگاه اینا میرن تحقیق میکنن، بعد میگن هلیکال پایل مثلا خوب بود. در مقایسه با چی نمیگیم. خب آیا هلیکال پایل برای بارای زلزله هم خوب هست؟ تا حدودی آره و تا حدودی هم نه. واقعیت اینه که توی زلزله ای مثلا من حالا راستش بخواید متخصص هلیکال پایل هم نیستم، ولی تو زلزله هست که اینا خودشونشون میده، میدونید، یعنی مثلا برن زلزله واقعی اینا استفاده کنن، تو زلزله واقعی ببینن چه شکلی میشه. وگرنه توی کانادا شما چوبم بزنید تو زمین احتمالاً وای میسه اون ساختمون سر جاش، ولی چون زلزله واقعا نداریم توی اونتاریو، میدونید. بله خب اونجایی که یه لترال دیسپلیسمنت، یه لترال رزیستنسی هم داره، ولی واقعیت اینه که مثلا من یک شرکتی بود که یکی از دوستام کار میکرد، اینا برای همه چیز یه هلیکال پایل میزدن. حالا آیا این بهترین نوع هست؟ خب اینا سلوشنشون این بود و همه جا هم اجرا میکردن، خصوصا این ترانزمیشن تاورایی که این مهندس اشاره کردن، مثلا اینا خیلی توی اینا استفاده میکردن زیر اینا. ولی سوال آخرتونم یادم رفت، اگه یه اشاره بکنید. اون تو رابطه H تقسیم برای V سب داره چی؟ اون H تو پولا خود چه ارتفاعی باید در نظر بگیریم؟ راستشو بخواید دقیق نمیتونم جوابتون رو بدم، چون تو این زمینه خیلی تخصص ندارم که دقیقا H رو کجا میگیرن توی پول. من خیلی اطلاعات محدودی دارم توی زمینه طراحی پول. من یه گایدلاینی البته سعی کردیم توی این بریج انجینیرینگ جورنال پابلش کنیم توی همین برای پول، ولی آن چیزی که من خودم احساس میکنم ارتفاع مثل تو ساختمون دیگه، شما ارتفاع رو از سطح زمین مثلا در نظر میگرفتیم تا اون جایی که مثلا ارتفاع حالا چیز هستش. ارتفاع یه پل من نکردم کار طراحی پل رو به صورت حرفه‌ای، و ولی فکر میکنم مثلا شاید تا مرکز جرم مثلا اون عرشه پل مثلا میشه
در نظر گرفت مثلا؟ اگر که حالا دوستان اطلاعاتی دارن خوشحال میشم، البته اگه اشتباه دارم میگم بگید، زیاد بیشتر از این خودم ها. خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید من سوالاتم زیاد بود. ممنون از پاسختون، تشکر کنم. معلوم که دانشجو خیلی خوبی بودی و احتمالاً در دوران تحصیلت هم حسابی دکتر رو به چالش کشیدی و خیلی هم عالی. بسیار عالی دوستان، دیگه سوالی از دوستان اگر هست یا حتی اگر کامنتی هست آقای خود بنده، اگر شما کامنتی در ارتباط به موضوعات پلی‌سازی دارید بفرمایید. بله، من البته اطلاعاتم راجع به پلسازی به اندازه آقای دکتر آپ تو دیت نیستش، فقط راجع به همین بحث آخر که مطرح شد، تا وقتی که من کار میکردم ما نقطه ای رو که در واقع سوپر استراکچر مینشست روی نیوپرین، اونجا رو ملاک میگرفتیم برای تعیین ارتفاع، ولی اصراری ندارم که حتما این بهترین راه حل بوده، چون الان با این روش های جدیدی که آمده خب به هر حال همه اینا رو باید تجدید نظر کرد. مطمئن من یک دو سوال هم از کجا دارم. معذرت میخوام یه بار دیگه، من چون برای خودم خیلی بله خواهش برم. ببینید ما یه سوپر استراکچر داریم، یه ساب استراکچر توی پل ها، بله، فصل بسیار جداییشون روی نوپرن هست، یعنی اونجایی که عرشه میشینه روی نشیمنگایی که سرستون پل هست، در واقع اونجا ما یه نوپرن یا یه سیستم مکانیزم به اصطلاح تکیهگاهی داریم، حالا ممکنه پیچیده تر از نوپرن هم باشه. ما معمولا اون نقطه رو به عنوان مبنا برای ارتفاع اینجور محاسبات دینامیکی در نظر می گرفتیم، ولی من میگم اطلاعات من راجع به 20 سال قبل، حالا شاید امروز بهتر باشه که جور دیگه عمل بکنیم. بله، من سوالات هم یه خورده سوالات ساده تریه، ولی بالاخره سوالای ساده هم ساده است، باید پرسید دیگه. بله، یکی این که شما الان خیلی به خوبی اهمیت به اصطلاح شناخت خاک رو اینجا بیان کردید، که خاک یه مدیومی هست که شرایط ویژه‌ای داره دیگه، به هر حال هم متخلخل هست، هم یک پارچه هست، هم فصل برش داره، به اصطلاح نوع خاک عوض میشه، کاراکتریستیکش عوض میشه. اینها سوال من این است، برای اینجور تحلیل های دقیق که شما انجام میدید چه آزمایشاتی لازم هست که شما بتونید پارامترهای لازمتون رو به دست بیارید؟ اینو به عنوان اولین سوال اگه شما محبت کنید جواب بدید. بله، ممنون میشه. نگاه کنید، بستگی داره که شما چه نوع مدلی میخواید استفاده کنید. مثلا میگید من میخوام مثلا فقط با فنر مدل کنم، اینها مثلا API American Petroleum Institute که اینا اومدن اینو دیولوب کردن، مثلا PY کروارو یا TZ کروارو، از Basic Soil Characteristic دارن مثلا به شما اون ذرائب رو میدن، مثلا میگه COP رو به من بدید، من به شما میگم که مثلا این PY چه شکلیه. ولی شما ممکنه بگید خب این خیلی دقیق ممکنه نباشه، من میتونم یه مدل خیلی پیشرفته تری استفاده کنم. میگیم بله، پس شما برو تریاکسیال هم انجام بده، مثلا اینو بده. یا شما ممکنه بگید مثلا من میخوام حالا برم با پلکسیس برای اینو مدل بکنم، میگیم HS مدل مدلای خوبی هست اگه شما میخواید. حالا این یه آزمایشه، مثلا اودیومتر میخواد تراکسیال رو مثلا فلان آزمایش رو مثلا، یا حتی سایکلیک تراکسیال تست. میدونید، یعنی بستگی داره که چه نوع مدلی میخواید استفاده کنید، بر اساس مدلی که میخواید استفاده کنید معمولا همین تستایی که من خدمتتون عرض کردم، یا دایرکت شیر هست، تریاکسیال هست، یا سایکلیک تریاکسیال هست، یا اودیومتر تست هست، مثلا این روش های این آزمایش های خاک هست که شما معمولا استفاده میکنیم. و یه موقع هست شما میگی اصلا من هیچ کم از اینا ندارم، فقط اسپیتی رفتم انجام دادم، این پس برو سیوفی رو استفاده بکنید و همون مثلا اسپرینگ مدل ها که مدل های ساده تری هست میتونید حالا. و معمولا هم شما احیانا نمیرید مثلا یه همچین مثلا سازی مثلا شورینگ دیزاین میخواید بکنید، یا مثلا تمپرری یا پرمننت وال دارید، حالا هر چی دارید، نمیرید مثلا معمولا تراکشن تست انجام بدید، معمولا یه بیسیک سویل تست داریم و بعد اساس اون میتونیم بریم مثلا فنر بذاریم. نمیدونم دقیق حالا جواب دادم یا من بله جواب دادید، ولی من خب اعتراض دارم به این جواب، برای اینکه ببینید من مثال بزنم، مثل اینی که ما مثلا یه ماشین حساب داریم که تا 6 رقم اعشار حساب میکنه
ولی متری که ما اندازه میگیریم دقتش مثلا 10 سانتی مدرج شده. خب من با متری که 10 سانتی مدرج شده تو ماشین حسابی که 6 رقم اعشار حساب میکنه، اصلا هر جوابی هم من بگیرم تقریبیه، چون اصلا اون اندازه گیری من تقریب داره. بیشتر من توجهم به اون بحثای نان لینیر به اصطلاح جلب شد که شما به درستی هم حالا اونجا که اگر شما بگید نان لینیر، البته ببخشید معذرت میخوام، پی وای کرو نان لینیر چی میتونن مدل کنن؟ پی وای کرو میتونن نان لینیر چی مدل کنن؟ یعنی شما از اون سیوفی که گفتیم به این معنی نیست که شما لینیر بگید، به این معنیه که شما برید باش اون نان لینیر مدل ها رو چیز بکنید. یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض بکنم، خیلی از موارد اگه دقت بکنید تو آیین نامه حتی میگه آقا شما برو اگه فیلد تست انجام بدید میتونید ضربه کم مثلا فی یک بالاتری استفاده بکنید، ها یعنی میگه ریداکشن فاکتور کم میتونید زیاد کنید. حالا یکی از کارهایی هم که ما میتونیم بکنیم اینه یه دونه فیل تست انجام بدیم و از این فیل تست بک آنالیسیس کنیم اون چیز خاک رو در بیم. یه دونه چیز بود من شکل نشون دادم که به از اینجا دیسپلیسمنت بود، بعد مومان بود، بعد شیر بود، بعد میشد پی وای پی. این اون چیزیه که شما میتونید دوباره برید استرین گیج بذارید توی طول شب، برید دیسپلیسمنت و دیفلکشن رو در بیارید، از توش پی رو در بیارید، پی وای رو خودتون اصلا تولید بکنید. این هم یه روش هست، یعنی شما میتونید یه دونه انجام بدید و اقتصادی هست به طرز وحشتناک که خیلی از مواقع فکر میکنن اگر رفتن یه دونه مثلا فیل تست کردن کلی هزینه مثلا علکی، ولی میتونید بسیار استفاده بکنید برای که پس میگم شما اینو انجام بدید. مهم هست ما مثلا اون پروژه مثلا چیز اون شورینگ دیزاینی که بالا این چیز تورنتو بود که مثلا 6 میلیون دلار پروژکت هم بود، ولی همون روشی که خدمتتون عرض کردم، یعنی اون مدل‌های خاک طراحی شدن یا دیولپ شدن برای اینکه شما به صورت پرکتیکال بتونید اینا رو استفاده بکنید. یعنی مثلا مدل خاک یکی از پیچیده‌ترین مدل خاک 13 تا پارامتر داره و اینا از بیسیک سویل تستا میتونن استفاده بکنن و اینا رو حدس بزنن. شما اگه رفتی یه مدل دیولپ کردی 40 تا پارامتر داشت، مثلا 13 مثلا 15 تا مثلا تست بعد انجام میشد که اینا رو چیز بکنیم، این مدلای پرکتیکالی نیست. حالا من جواب سوالو دادم یا پرت گفتم؟ ولی نه خواهش می‌کنم، نه من دارم وارد اون جزئیات عملی میشم، یعنی در واقع یه مقدار من خیلی استفاده کردم و یاد گرفتم از پریزنتیشن شما، من تا همش دارم برمیگردم به پرکتیس مثلا 30 سال پیش خودم. الان این پلی که لب مرز افغانستان هست در محل پاسگاه میله، خب این پل رو من دیزاین کردم و برای دیزاینش هم دقیقا همین روشی که شما میگید، یعنی آزمایشگاه وزارت راه رفت اونجا لب مرزم بود، طالبان هم با تفنگ دوربیندار شلیک میکرد من و اینکه جرات نمیکرد بره اونجا، خلاصه رفتن و یه سری اسپیتی زدن، یه سری نمونه گرفتن و با آزمایش کلاسیفیکیشن خاک و همین چیزای ابتدایی بالاخره ما از پی روابط پارامتریکی که به اصطلاح چیز هستش، روابط آمپریکی که هستش، تجربی و اینا، بالاخره همین ضریب فنریت و این چیزا رو در آوردیم و یه محاسباتی کردیم. ولی الان من سوالم اینه که اگه ما بخوایم یه سویل استراکچر اینتراکشن خوب انجام بدیم و مثلا بگیم یه پروژه‌ای هم هست که به اندازه کافی دارن روش سرمایه‌گذاری می‌کنن، مثلا یه های رایزی هست توی یه منطقه زلزله‌خیز که مثلا اینجا در حد بیلیون دلار می‌خوان روش سرمایه‌گذاری کنن، خب اگه بتونن شمعاشون رو دقیق طراحی کنن شاید 20 میلیون دلار بتونن صرفه‌جویی کنن، حاضرن 1 میلیون دلار اضافه بدن برای آزمایش. حالا اینجا ما چه آزمایشاتی می‌خوایم بکنیم؟ مثلا من اون چیزایی که یادمه ما تو ایران فقط آزمایش رزونان کالم داشتیم برای غیر خطی و سه‌محوری دینامیکی. آیا میخوام ببینم که همین آزمایش ها هست یا آزمایش های دیگه هست یا شما چی فکر میکنید؟ چی؟ یه سوال اول بپرسم، چون این چیزی بود که اصلا یه پروپوزالی که ما روش فاند گرفتیم از MTO، بله، ترانسپورتیشن اتوریتی،
مثلا این فاندی که من تو دوی پست که از فاندهایی که بعد گرفتیم رو همین مسئله بود، اینا میخواستن پورت طراحی کنن و اینا یه سری میگفتن ما لینیر داریم میگیریم، این فنره رو خطی داریم میگیریم، اگه بخوایم خطی بگیریم چه جوری باید بگیریم؟ خب پی وای کروا وجود دارن برای همین کار اصلا. حالا آیا این پی وای کرو دقیق است یا نیست، چه جوری میتونید شما پی وای کرو به دست بیارید، از چه پارامتر خاک میتونید اینو به دست بیارید، خودش محل مناقشه است و محل ریسرچه. سوال اینه که وقتی شما دارید میگید من مثلا اینجا رفتیم خطی در نظر گرفتیم اینو، یا مثلا فنر گرفتیم، این فنر خطی بود یا غیر خطی بود؟ عرض میکنم با اون اطلاعات اولیه در حد SPQ کلاسیفیکیشن که فقط خطی میشه در نظر گرفت. حالا قصه همینه، در همون لول هم شما میتونید برید غیر خطی بگیرید. یعنی میخوام بگم شما لزوماً نباید ما کلی اطلاعات داشته باشیم که بتونیم بریم مدلی که استفاده میکنیم رو مثلا غیر خطی در نظر بگیریم. حالا شما میتونید بگید خب من غیر خطی بر چه اساسی دارید میگیرید؟ بر اساس یک سری اطلاعات خیلی مقول معروف حدس و گمانی و تخمینی خاک رو دارید این کارو میکنید، کاملا درست دارید میگید. من حتی یه چیز دیگه به شما میگم، تمام این پی وای کروایی که داره استفاده میشه بر اساس یک سری تستایی از در سال 1940 آقای متلاک و رئیس اینا رفتن در امریکن پترولیوم، اینا پولم تازه چیز آمریکا داده، اینا رفتن روی یک نمونه شمعی با قطر 6 تمام متر توی پایل ستیل پایل که هالو بوده، اینا رفتن رو پایل پایل اینا رو انجام دادن. کل این پی وای کروا فقط برای این نوع خاک و اون نوع شمع استفاده می شده و کار می کرده و ما نشون دادیم که مثلا تمام این نوع شمع، قطر شمع، جنس شمع، جنس خاک تأثیر داره روی اون پی وای کروا. حالا سوال اینه پس ما چیکار باید بکنیم؟ ما آخر روز نمیتونیم که گیج بشیم بگیم خب ما که نمیدونیم حالا باید چیکار بکنیم، پس هیچ کاری نکنیم یا بریم ساده ترین روش استفاده بکنیم؟ یک ترکیبی از اینا هست. یعنی شما، من پیشنهاد عملی اینه، شما میخواید برید پول طراحی کنید، میخواید برید مثلا شم طراحی کنید، یا مثلا میخواید برید یه دیوار حائل مثلا مثلا دیوار حائل طراحی کنید، یا مثلا یه شورینگ سیستم میخواید طراحی کنید، در مینیمم این است که پی وای کرو رو استفاده بکنید. کدوم پی وای کرو؟ به هر حال باید جنس خاک رو بشناسید، نوع یعنی فیلد تست داشته باشید، یه سری انجینیرینگ جادجمنت حتما باید واردش بشه و حتما هم پی وای کرو استفاده بشه. یعنی اگر رفتید شما لینیر گرفتید خیلی آفین، اگه پی وای کرو گرفتید حالا اینو بگیرید یا اینو بگیرید یه خورده آفین. پس این توی اون مینیمم ریکوایرمنت. حالا میگید من اگه بخوام کار مهندسیم رو در علائلین اون بالاترین لول مهندسی پیاده کنم چی کار میتونم بکنم؟ یعنی خیلی دیگه مثلا همه چی بودجه دارم، همه کاری، همون مثالی که شما زدید، مثلا تو این حالتی چی کار بکنم؟ پیشنهاد من این هست، یک اکستنسیو سول اینوستیگیشن، یعنی شما خاکی که میرید انجام میدید اول رپرزنتیتیو باشه. یعنی شما عملا تو اون پروژه که خدمتتون عرض کردم 6 بیلیون دلار پروژه، یه شرکت خیلی گنده کانادایی، یه شرکت خیلی گنده اسپانیایی دخیلن و منم حالا به صورت چیز وارد این پروژه شدم. توی اینجا شما جالبه بدونید که بعدن رفتن دیگاه کردن، دیدن تمام اون آنالیزه و فلان و فلان که کرده بودن، این خاکه این لیرینگ خاک رو درست مدل نکرده بودن، چون تو طول 500 متر دو تا اومده بودن بورهول زده بودن. یعنی شما اینی که شما اون سویل اینوستیگیشنتون درست انجام بدید مهمتر از اینه که شما برید آنالیز دقیق انجام بدید. یعنی اینا پس خیلی مهم هست که شما اول یک سویل اینوستیگیشن درست که رپرزنتیتیو اون چیز باشه. حالا از این مرحله گذر کردیم، سوال بعدی شما اینه که خب حالا من مطمئنم که این سویل رپرزنتیتیو واقعیه، حالا چی کار میتونم بکنم؟ کدوم تست بهترینه؟ نگاه کنید، the best top of the top model، وقتی که شما میرسید به بحث مدل های خاک، بهش به اینا میگن constitutive model. constitutive model مثل قرآن خاک است، یعنی شما دیگه قیامت به قول معروف مدل های خاک،
یک کتابی هست که ما اینو مثلا دوره فوق لیسانس تدریس میکنیم، مثلا بعد بچه خاکی، این شما مثلا کم کلی یه مدلی هست که مثلا برای خاک مثلا استفاده میشه، یا مودیفاید کم کلی هست که اینا کانستیتوتیو مدل، که اینا از ابتدا مثلا بعدن اومدن مثلا اچ اس مدل هست، فلان مدل، اینها مدل هایی که مثلا اچ اس مدل که مثلا مثلا یکی از اونا هست، یا مثلا مودیفاید کم کلی و و و ها، اینا بیشتر از 13 14 تا پارامتر نداریم، به همون دلیل که خدمتتون عرض کردم. و این پارامترها رو هم از بیسیک سویل تست ها میریم در میاریم. یعنی کسی که مدل رو ارائه میکرده به این فکر میکرده که خب چه کامن تست هایی انجام میشه، مثلا رزونانت کالم تست، شما میخواید دمپینگ رو در بیارید، یا مثلا سایکلیک شیر، مثلا تریاکسیال تست رو میخواید برید فلان پارامتر رو در بیارید، ها؟ بله. تریاکسیال تست، مولکولوم، دایرکت شیر، اودیومتر، این تستا بیسیک تستا هست. خاک خیلی ایریای کانزرواتیوی هست. بله. یعنی شما اگه برید فاوندیشن انجینیرینگ منیوال کانادا رو مرور بکنید، میبینید هنوز این ریلیشن ها به اسپیتیه. آیا اسپیتی توی 100 سال گذشته هیچ چیز دیگه بهتر از اسپیتی، حتی سی پی تی خب بهتر از اسپیتیه. چرا سی پی تی هنوز اسپیتی بیش از، به خاطر اینکه هیستوری استفاده وقتی دارن، یعنی وقتی که یک گذشته سابقه ای داره، بیشتر رو اون میخوان تاکید کنن. هنوز من برمیگردم میگم هنوز شما همون تستای بیسیک اون پارامترا رو یک مدل رپرزنتیتیو، مثلا توی مثلا اچ اس اس مدل، مثلا میگن تورنتو، خاک تورنتو مثلا اچ اس اس مدل استفاده بکنید، مدل های واقع بینانه ای هست. بله. در این حال مثلا این اون چیزیه که اون بالاترین سطح هم شما اگه بخواید برید کار بکنید اونه. یعنی چیز مگه اینکه حالا یه سری ادوانسمنت هایی که توی این مدل ها میدن اینا، ولی اینا چیزایی که الان تو اکثر نرم افزار جیوتکنیک اینا داره استفاده میشه، ادوانس ها. خیلی متشکرم. یه سوال هم داشتم راجع به موشن ورتیکال. شما این موشن هایی رو که مثال زده بودید و اینا ظاهرن اکس و وای بود، آیا روی موشن ورتیکال هم توی این تحقیقات بحثی میشه یا اینکه با اون کاری نداری؟ والا موشن اکثر مواقع زمانهایی که بار زلزله رو وارد میکنیم این بحث بار هوریزنتال هستش. المان ورتیکالش من خودم کار نکردم، ولی خب بجز این بحث چیز قول معروف همین ضرب شلاقی، شاید اگه یه وقت فاندی بود و دانشجوی علاقه مندی داشتید چیز بکنید، چون یادتون میارم که تو زلزله کوبه ژاپن پلها به دلیل خراب شدن که کامپوننت ورتیکال شده بود 100% هوریزنتال. یعنی معمولا ورتیکال یک سوم هوریزنتاله، ولی توی کوبه مساوی شده بود و خیلی یه دفعه اصلا همه چیزا رو به هم زد. تو بم هم فکر میکنه این بحث ورتیکال خیلی این کامپوننت ورتیکال تا اونجا که یادم هست تو زلزله بم هم خیلی چیز شده بود، یعنی هفته هم فکر کنم بود، اصلا خیلی زیاد بود. ولی آره، حالا این کاری که الان من به قول معروف دارم ادامه میدم روی این بحث های چیز همین SSI، عملا ما همه رو میتونیم، چون مدل همونطوری که خدمتون عرض کردم مولتی ساپورت اکسایتیشن هست، مهم هم نیست که شما تو چه جهتی داری اینو، بله پتانسیل اینو داره که بهش موشن ورتیکال بدی. آره. بعد آخرین سوال هم چون میدونم خیلی خسته شدید، خیلی هم ممنون و وقتم داره میگذره، آخرین سوال هم بپرسم که راجع به بسیار تایم هیستوری یا موشنایی هستش که تو اینجا استفاده میشه. ما تو ایران مثلا از زلزله منجیل و آبر و ناغان و عرض کنم بندر عباس و اینا استفاده میکردیم، اینجا موشن های کاراکتریستیک که برای تحلیل دینامیکی استفاده میشه چیه؟ والا من توی اون تحقیقی که ما انجام دادیم که همون تو سندیگو اینا چیز میکردن، ما تاکتوری اونجا وارد کردیم و نورث ریج، این دوتا زلزله رو با اعمال کرد. لوموپاریتا رو استفاده نکرد. آره. اونم جز آره، اونم مال موشنای آرتیفیشال چی؟ موشنایی که آرتیفیشال میسازن برای یه منطقه. از من خودم
من خودم کار نکردم مثلا آرتیفیشال یه چیزی وارد بکنم، ولی این ستایی که خدمت شما عرض کردید، ولی ترکیب اینا رو هم فکر میکنم مثلا ترکیب اینقدر از این به اضافه اینقدر از اونم، مثلا 1/7 این به اضافه مثلا اینقدر این نیم مثلا دو سه تا دهم سه تا اون. موشن رو وقتی جواب بده سیستم دیگه فرض بر اینه که همه حالت آره رو پوشش بده. من فکر میکنم تو اونجا من مثلا 1/7 مثلا تاکتوری و مثلا 1/3 نورث ریج و مثلا با این جمع کردم، یعنی مثلا ترکیبی هم چیز میکردیم که حالا بتونه حالا اون رنج فرکانسی رو. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، شرمنده از اینکه شما رو اینقدر مهذبتون کردید. لذت بردم، من بالاخره خسته علم شما نمیشم از این زیاده، بس. ما باید سوال کنیم. خیلی ممنون. نه خیلی بس جالبی است برای خودم، چون من خودم شما به این خیلی موضوع علاقه دارم، یعنی اصلا احساس میکنم دارم راجبش صحبت میکنم، بس انگار این قصه تعریف میکنم. آقای مهندس همتی بفرمایید اگه میخواید جلسه رو. خواهش میکنم، ممنون از همه دوستان که تشریف آوردن و ممنون از دکتر حیدری که این وقت رو به ما دادن و تجربیات خودشون رو به ما در به اشتراک گذاشتن. خب دوستان، من مطلبی ندارم، با اجازهتون پس دیگه جلسه رو میبندیم. بحث ساعت 8 هم هست و به امید دیدارتون هستیم برای جلسه ماه جون، در واقع آخر ماه جون. مرسی از شبمون دعوتتون. که خوش. ممنونم. شبتون خوش. قربون شما. خداحافظ. تشکر میکنم از همه. متشکرم. خیلی متشکرم. خداحافظ همگی.